قسمت عملی ساز عود و بربط رو شروع میکنیم. در بخش نخست شما سیم های مختلف این ساز رو باش آشنا میشید. توی این شکل شماره یک که شما میبینید، نوت های مختلف ساز با توجه به اینکه جاش رو شما رو خود حامل پیدا کردید الان جا میتونید مشاهده کنید. سیم های اول نوت فا رو نشون میده که روی خط پنجم حامل بود، یعنی سیم های اول و دوم ساز که جفته و ما اینا رو معمولا با هم میزنیم. پس دوتا سیم اول ساز سیم فاست که تو سازهای 9 سیم یا 10 سیم این جفت اول وجود نداشته، که سازهای امروزی این جفت اول اومدن اضافه کردن. نهایتا نوت سیم های سوم و چهارم رو شما تو شکل میبینید، نوت دو، سیم سوم و سیم چهارم ساز صدای دو میده که جاش میشه بالای خط سوم. سیم های بعدی سیم های پنجم و ششم سولو نشون میده، یعنی در حقیقت روی این ساز که میبینید سیم پنجم و سیم ششم جاش میشه روی خط دوم. سیم های هفتم و هشتم نوت ره رو نشون میده که الان روی این ساز سیم های هفتم و هشتم میبینید. سیم های نهم و دهم لا و سیم یازدهم سول که تک. توی سیم هایی که توی اوت هایی که 13 سیم دارن این سول تک ما جفت خواهد بود و سیم 11 و 12 و سیم 13 همی هم اینجا اضافه میکنن با صدای دو که اونم توی قسمت اوت شما حتما خواهید دید. طرز نشستن و مضراب گرفتن ساز اودو براتون توضیح میدم. مضراب اود یک مضراب پلاستیکی که طرز گرفتنش شما مضرابو از آخرین انگشت و از انگشت کوچیکتون خارج میکنید و دست به حالت مشت تقریبا قرار داره و مضراب میاد داخل این دست قرار میگیره و از انگشت کوچیک مضراب تهش میاد بیرون و این سر مضراب با شست کنترل میشه، یعنی این شست میتونه اندازه این مضرابو به ما مشخص بکنه. یعنی شما بعضی مواقع که لازمه سیم های زیادی رو بزنید و مضراب بزرگتری نیاز دارید شستون میبرید عقب، و بعض وقتا که سیم های کمتری نیاز دارید شستتون جلو میارید و این اندازه مضراب برای شما مشخص میشه. طرز گرفتن ساز، دست چپ بالا قرار میگیره برای گرفتن نوت هایی که لازمه روی دستان ساز اود، دست راست روی قسمت کاسه قرار میگیره. دست راست از بالا قرار میگیره روی ساز، ساز و شکم گلابی شکل ساز و توی بغل قرار میگیره، ساز روی پای راست قرار میگیره. دست چپ بالاست که طرز گرفتن دست چپ شست در پشت دست قرار داره، چهار انگوش آماده است که روی هر کدوم از این سیم ها انگوش گذاری کنه و نوت های مختلف رو بگیره. پس شست در پشت قرار داد و چهار انگوش آماده است که روی این دستان نوت های مختلف رو بگیره. دست راست برای مضراب زدن همونطور که گفتیم مضراب رو به اون شکل خودش توی دستمون قرار میدیم، دست از بالا میاد ساز روی پای راستمون قرار میگیره چسبیده به شکم و سیم های مختلف رو ما میتونیم بزنیم. مچ زیاد شکسته نمیشه، دست که از پشت میاد دست حالت عادی و با یک حرکت مچ ما میتونیم سیم ها رو به صدا در بیاریم، یعنی مضراب از بالا میاد میخوره به سیم ها و صدای سیما با حرکت موج در میاره. ما اگه بخوایم الان سیما رو به صدا در بیاریم با اون اجرایی که گفتیم، سیم اول و دوم از پایین که صدای فا الان میده مضراب راست. ما دو نوع مضراب زدن داریم توی ساز عود و بربط، مضراب راست که از بالا به پایینه و مضراب چپ که از پایین به بالا و برعکس اونه. پس مضراب راست و مضراب چپ، مضراب راست و مضراب چپ. سیم دومو به صدا در میاریم که صدای دو خواهد داد، دو و مضراب چپ، رفت برگشت، رفت برگشت. و سیم سوم سول، سیم ره لا و سیم آخر سیم سول. سیم های مختلف شما دیدید. ساز
نباید به طرف خود شما برگرده. یعنی ما این سیم هایی که میخوایم اجرا بکنیم، ما نیازی نیست که سیم ها رو ببینیم. یعنی این طریقه زدن میشه طریقه غلط که شما سیم ها رو ببینید و بزنید. چرا؟ چون که دست چپمون اون استیل خودش رو از دست میده، چون ساز چرخیده. بنابراین ساز باید کاملا به شکل عمود قرار بگیره. ما لازم نیست این سیم ها رو اصلا ببینیم. با تکرار و تمرینی که شما انجام میدید میتونید این سیم ها رو جاشو یاد بگیرید و بتونید مسلط بشید توی زدن این سیم ها. پس اولین تمرینی که شما نیازه قبل از شروع نوت ها شما انجام بدید، طریقه گرفتن مضراب، گرفتن ساز و رفت و برگشت روی هر کدوم از این سیم های سازه. سیم فا، رفت و برگشت. سیم دو، سیم بعدی، سیم سول، سیم ره، سیم لا و سیم سول. توی کتاب آموزشی که شما خواهید دید و درسایی که میزنیم مختلف اومده این سیم ها رو جا به جا کرده، مضراب های مختلف ها برای شما توضیح داده. شما قبل از شروع کتاب میتونید تمرین های مختلفی شما انجام بدید تا بتونیم کتاب راحت تر بزنیم. مثلا به طور مثال شما میتونید فا، بعد یک سیم جا بندازید برید سراغ سول، بعد برید سراغ نوت دو، بعد برید سراغ نوت ره. پس تمرین های مختلفی قبل از شروع کتاب شما میتونید اجرا بکنید و آماده بشید برای درسای کتاب که بتونید اونا رو بزنید. میریم سراغ درس یک کتاب، جزوه مقدماتی که نوت‌های مختلف اومده به ما آموزش داده. همونطور که تو کتاب شما خواهید دید درس یک ما نوت‌های مختلف، نوت سول، نوت لا، نوت ره، نوت سول و نوت دو که سیم‌های مختلف ساز ماست و آموزش دادیم. تو این کتاب جزوه مقدماتی بر اساس جزوه عود 9 سیم و 10 سیم ما نوشتیم، چون ممکنه بعضی از عودها اون دو تا سیم فایی که ما اضافه کردیم و نداشته باشه، یا اون سیم دویی که باز توی قسمت بم ساز هست نداشته باشه. ما این جزوه رو برای همه سازهای عود تدوین کردیم و برای عود 9 سیمه که درس‌های مختلفی شما تو جزوهات بعدی برای اون سیم فا و نوت سیم دوی اضافه خواهید دید. اولین قسمتی که شما تو این قسمت می‌بینید یه عددیه که شما اول درس برای شما نوشته، 2 4. این علامت 2 4، عدد 2 4 که نوشته به میزان ما معروفه، نشون میده که ما چقدر نوت میتونیم تو هر میزان بذاریم. عدد 2 نشون دهنده تعداد نوتی که ما الان توی میزان میذاریم، 2 و عدد 4ش نشون دهنده نوع نوتش که نشون دهنده سیاهه. 2 4 نشون دهنده 2 تا سیاه تو هر میزان هست. به طور گسترده تر میتونیم بگیم 3 4 نشون دهنده 3 تا سیاه تو هر میزان، 4 4 نشون دهنده 4 تا نوت سیاه تو هر میزان. و معادله اینا ما میتونیم بذاریم، یعنی توی این قسمت 2 4ی که شما دیدید 2 تا نوت سیاه توی هر میزان قرار داره، حالا نوت میتونه سکوتش باشه یا خود نوت باشه، هیچ فرقی نمیکنه. میتونیم به ازاش نوت‌های دیگه هم بذاریم، یعنی به جای 2 تا نوت سیاه ما میتونیم 1 نوت سفید هم قرار بدیم که معادله همون 2 تا نوت سیاه و معادله 2 ثانیه هست. میتونیم معادله اون 2 تا سیاه 4 تا چنگ قرار بدیم، یعنی 4 تا 1/2 که باز معادله همون 2 تا سیاه میشه. میتونیم 8 تا 2 تا چنگ قرار بدیم که باز معادله همون 2 تا سیاه میشه. پس 2 4 نشون دهنده 2 تا سیاه و یا معادله اونه که تو درس 1 با اون آشنا میشیم. برای هر کدوم از این درس ها، برای 2 تا سیاه ما یک شماره در نظر میگیریم، مثل تیک تاک ساعت. ما برای زمان ثانیه‌ای که منظورمون هست به جای تیک تاک شماره 1 و 2 و در نظر میگیریم. 1 و ثانیه اولمونه، 2 و ثانیه دوممون. پس برای 2 ثانیه که میزانمون رو بتونیم کنترل کنیم، برای ثانیه اول شماره 1 و برای ثانیه دوم 2 و در نظر گرفته میشه. سیاه اول تو ثانیه اول یعنی 1 و
سیاه دوم تو ثانیه دوم یعنی دو، و بخوایم اجرا کنیم توی قسمت های بعدیش دوباره همین شکل میشه. مضراب منو دنبال کنید، شما میتونید اینو باش آشنا بشید. برای سول یک و سکوت دو، و لا یک و سکوت دو، و ره یک و سکوت دو، و سول یک و سکوت دو، و نوت دو یک و سکوت دو، و یک و 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 دو، و که این میشه طرز زمان بندی این درس شماره یکی که ما اجرا کردیم. بخوایم داره اجرا کنیم، دقت بکنید نوت های مختلف با شکل های مختلف و روی سیم های سازی که ما داریم بتونید تطبیق بدید. درس یک فعلا دست چپ کاری انجام نمیده، همش دست راست نوت های مختلف رو به صدا میاره. نوت سول سیم آخرمون بود از بالا، نوت لا سیم بعدی، نوت ره، نوت سول و نوت دو. پس ما اینا رو با اون زمان بندی که داریم نوت های مختلف رو اجرا میکنیم. درس یک با شماره یک و دو، و 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 نوت دو یک و دو، و خط دوم یک و دو، و یک و دو، و ره یک و دو، و لا یک و دو، و یک و دو، و اجرای درس یک رو دیدید. میتونه این درس تندتر اجرا بشه، میتونه کندتر اجرا بشه. برای شروع ما میتونیم شمارمون رو دیرتر بشماریم به این شکل یک و دو، و یک و دو، و یا میتونیم تندتر اجرا کنیم یک و دو، و یک و دو، و یک و دو، و بستگی به اون تسلطی که شما پیدا میکنید میتونیم سرعت این درس ها رو تغییر بدیم. ما یه دستگاهی داریم به نام مترونوم که با این مترونوم میتونید زمان بندی رو کنترل بکنید، یعنی شما میتونید زمان بندی ثابتی برای این شمارتون در نظر بگیرید، تندش بکنید، کندش بکنید، با اون دستگاه تمرین بکنید با مترونوم و بتونید درس رو خیلی راحت تر اجرا بکنید. الان مترونوم با ضرباتی به ما اون ثانیه رو میتونه بده. بخوایم با این شماره بشماریم میشه یک و دو، و یک و دو، و یک و دو، و که این ثابته و تند و کند نمیشه. بخوایم با مترونوم درس یک رو بزنیم به این شکل در میاد یک و دو، و 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 هیچ زمان بندی ثابت ناهماهنگی اگه ایجاد بشه با اون تیک نشون میده که ما روی زمان مسلط نیستیم. مثلا ناهماهنگ با اون مترونوم بخوایم ضربه بزنیم، دقیقا سر اون تیکی که مترونوم به ما میده باید ضربات سازمون رو بزنیم، که این دستگاه خیلی به ما کمک میکنه برای اجرای درست قطعات که میتونیم اون رو باش تمرین بکنیم. درس دو رو با هم کار میکنیم. توی درس دوم اومده اون سکوت هایی که وجود داشته رو پر کرده، یعنی قسمت اول سول و سکوت بود، توی درس دو اون ضرب دوممون و ثانیه دوممون که سکوت بودن اومده پر کرده و ما توی ثانیه دومم ضربه میزنیم. درس دو رو براتون اجرا میکنم یک و دو، و یک و دو، و یک و دو، و یک و دو، و یک و دو،
قسمت دو برای ما ضربه نمیزنیم، یعنی سکوت داریم. خط دوم یک و دو و یک و دو و یک و دو و یک و دو و یک و دو و. پس درس دو رو دیدیم که اون سکوت هایی که توی درس یک بود و مکس هایی که ما انجام میدادیم برای ضرب دوم پر شده و نوت های مختلفی اجرا میکنیم. باز براتون درس دو رو تکرار میکنم. یک یک